خدمانه قرآن عظیم شان توسط نور محمد جوشن. محترم نور محمد جوشن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ولا أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الفاتحين. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك رسيلا. الله يخليك على الدنيا اوكي الشيخ ناظر دعوة الثانية لكم برأس الله بعد بيت شامحة تسلية العرس كنا خلالي إي دانا تايك كشيان در أفغانستان خلالي في رأي حمد بنت جملي أسمات شاني صاحب كنا خلالي وانا مخلط بگرانا مدتا تمام اعضای فامیل شان اگر زنده باشند خواهم صبر تسلیت و برای مردم افغانستان خدای اتحاد یگانگی و برادری را در بین قلوبشان پن بگرداند و خدای از این بدبختی و از این نارامی و از این پریشانی تمام مردم افغانستان خداوندان را نجات بدهد. خدای شما را هم خیر بده که در این محفل پرشکوه اشتراک کنیم و روح پرفتوی علم شهید خدای ای ختم ثوابشان برساند به رحمت که یا ارحم. باشه آجی صاحب، آجی صاحب جمع کنید، بخیر جمع خوانش هم اینجا بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگان، ارجمندان، خواهران و برادران محترم و کرامی، سلام علیکم. از تشریف آوری تک تک شما عزیزان در این محفل که به مناسبت یار بود شهید سردار محمد داود خان و جمله اعضای خانواده شهید آن مرحوم و همچنان هزاران هزار شهیدان گلگون کفن از یاد رفته برگزار گردیدن صمیمانه خیر مقدم گفتم و از ایزد متعال اجر به پایان برایتان استدعا می نمایم. قابل ذکر می دانم که برگزاری چنین محافل در سراسر جهان که به این مناسبت صورت گرفتن نه تنها غمشریکی، اتحاد و همبستگی و قدردانی ملت حق شناس ما را تمثیل می کند بلکه صحنه ای از تاریخ افتخار، مبارزه، مقابله، مقاومت و جهاد ملت ما را دوباره به خاطرها روشن می‌سازد. و یک بار دیگر اعمال و کردار شوم و ننگین دشمنان ناموس آزادی، دین، خودفروختگان و بی خدایان وطن را برملا و آشکار می‌سازد. جای شک نیست که همه این گرد همایی‌ها پیامی با خود دارد.
پیامی که بیانگر احساسات، دردها و آرمانهای همه ما است. پیامی آن مادران، پدران، همسرانی که چشم به انتظار دلبندان و جگرگوشه هایشان سالهای سال ماندن، گریستن، خون خوردن و انتظار آنانی که در این چنین گودالها و گورهای دست جمعی زیر توده های خاک اما با عزت و افتخار جام شهادت را نوشیدند و دیگر باز نگشتند. اما امروز ثابت شد تاریخ فراموشکار نیست. ملت و مردم هرگز فراموش نمی کنند و خداوند بزرگ یک لحظه هم غافل نیست از اعمال ما. از قرآن کریم آموخته ایم کسانی که در راه حفظ دین و وطن شهید می گردند ایشان هرگز نمی میرند. نامشان همیشه جاودان خواهد ماند. بالاخره پیام ما به آنانی که امروز دشمنان قسم خورده ملت ما هستند و آنانی که هنوز هم مردم رنجیده ما را به اشکال مختلف به قتل می رسانند و آنانی که مسئولیت در مقابل ملت دارند، آگاه باشید. آگاه باشید روزی در بارگاه خداوند و ملت جوابگوی همه اعمالتان هستیم. فراموش نکنید، تاریخ هرگز فراموش نمی کند. بیایید مرهم شوید به دردهای ملت رنجیده و آواره خود. تشکر. ولی از عبدالله جان نوابی خواهش میکنیم که سر استیج بیارن و رشته سخنه به دست بگیرن. عبدالله جان نوابی. شهدای راه آزادی و شهید محمد داود خان را سپاس و قدردانی می‌نماییم. شهید محمد داود خان شخصی بود که در راه آزادی، آبادی و ترقی کشور خیش، جان عزیز خیش، فامیل و همکارانش را از دست داده و تسلیم وطن فروشان ملحد نگردید. ما در دوران صدارت مرحوم محمد داود خان و همچنان در 5 سال جمهوریت ناظر تحولات، تغییرات شگرف در عرصه زندگی مردم افغانستان بودیم و ما در نظر داریم که در 26 سرطان به نام عام شهید محفل بزرگ را دایر نموده تحولات آن دوره را ارزیابی نماییم و فیلمهای مستند را ارائه نماییم. همچنان با فامیل دوستان آن مرحومی در تماس هستیم تا یک بنیاد را به نام محمد داود شهید مسما نموده تا از آن طریق کمک به مردم افغانستان نماییم. خواهران و برادران گرامی، چون که بسیار از دوستان علاقه دارند سخن بگویند در این محفل، ما خلاصه میکنم. روان پاک شهدای راه آزادی و شهید محمد داود خان که با 29 عضو فامیل خیش و همکارانش و میلیون ها افغان دیگر به خاطر آزادی و استقلال وطن خیش جان خیش را قربان نموده و تسلیم ملحدین وطن فروش شکمونست نگردیدن، درود بفرستید. سر فدا
جکشوی شده سر خدا جکشوی شده نجواندهی تلپ پیغور برادران گرامی ما از تمام مساجد انجمنها اتحادیه ها و بخصوص از محترم آقای مسکینیار از مسجد ابوبکر صدیق رضی الله عنه حاجی صاحب محمدی آقای نوری تشکر و سپاس میکنیم و محافل امروز به اثر مساعی نیلا جان شیوان حبیب جان زلگل مینا جان محسنی و نایی جان نور تقدیم یافته است که قابل قدردانی است و ما از محترم عمر امیری و سمرا جان تشکر و قدردانی میکنیم که محفل امشب را ترتیب نموده و تمام مصارف آن را متقبل شده است. آلماز محترم همایون جان جلالی خواهش میکنم که بر روی استیج آمده و برنامه را به پیش ببره. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. حضار محترم، خواهرا و برادران، خوشحال هستم که در این شب و یاد ماندنی در حضور شماست. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، از این خاک جهانی دیگری ساخته است. ای بسا آرزو که خاک شد. ما به نمایندگی از تلویزیون جهانی نور خدا خرسند و خوشبخت و با سعادت می دانم که در محفل امروز که به خاطر یاد بود از شهدای نامراد وطن و به خصوص از رهبر از این مقاومت از این جهاد و از این شهادت سردار محمد داوود و خانواده شهیدش در اینجا در حضور شماست. وقت تاریخ بسیار پر افتخار وطن خود ورق میزنیم، در پهلوی واقعات، فتوحات، جنگها، سرفرازیها سطوری را مطالعه میکنیم که روشناییش توصیف شدنی نیست. چهره های در این تاریخ ثبت شدن که اونا دیگه هیچ روشنی نمیتونه با اونا همسری بکنه. یکی از اونا شهید داوود خان بود. شهید داوود خان با شهادت خود و تعهدی که در مقابل مردم افغانستان کرده بود و از برداشت و مطالعه دقیق خود و در شناخت ملت خود برای مردم ما درس صلح شوری و درس تسلیم ناپذیری داد. سردار محمد داوود به یک بریدمن نوکر و اجیر اسیر نشد و جام شهادت با تمام فامیل خود نصیب شد و امروز ما به نام از او افتخار میکنیم. در حقیقت درس بزرگی بود که ما دیدیم و مشاهده کردیم که بعد از اینکه قطرات خون از این سردار بزرگ به زمین ریخت، این خون بی‌بها نماند، این خون موج شد، سیلاب شد و جهادی را تشکیل داد که ملت افغانستان افتخار از او دارد. ما نمی‌خواهیم دفاع به درازا بکشه،
یک نکته دیگر هم خدمت شما عرض میکنم و هم ما کسایی که امروز حاضر هستیم در این مجلس و افتخار میکنیم و یادبود میکنیم و دعا میکنیم و خط برگزار کردیم. وقتی ما از این مسئله آگاه شدم، مراسم هم ما و شما در از برای نشرات تلویزیونی که از وطن می آمدن دیدن، مراسم باشکوهی بود، مراسمی بود که حقاق در شأن از این شهدا بود، مراسم انجام شد و تصور ما این بود که امروز جاده میشن بلوارد بسته خواهد شد. امروز انقدر مردم ما از ازدحام و یورش به طرف مسجد کار می گرفتن که یک روز با مراتب تاریخی تر از فعلا ما باید می داشتیم. ولی نقص در کجاست؟ ما چه وقت باید متوجه شدیم؟ امیدوار هستم که در همین مجلس این مسائل ختم نشد. ما مسئولیت داریم، رسالت داریم در مقابل نسل جوان خود، نسل سرگردانی که امروز ضرورتشان است که از تاریخ خود بفهمند، از فرهنگ خود بفهمند، از گذشتگان و از افتخارات ملی خود بدانند و بفهمند. تا چه حد ما این رسالت را بجا کردیم بحث بسیار طولانی دارد، ولی امیدوار هستم که در آینده ها در این زمینه کار شود و کارهای واهی و حرفهای واهی و بیانی ها. امروز یک کمبودی بسیار بزرگ، امروز میدیای ما کجاست؟ کسایی که در مقابل یک کمره و در انحصار یک اتاق حرفای بلند بالایی میزنم. امروز روزش بود که حضور میداشتم، امروز روزش بود که حداقل این محفل انعکاس میدادن به جز از چند نشریه که در بیلیریا این کار کردن. خوشحال هستم، باز هم امیدوار هستم از که این محفل قطع نشه، کنفرانس هایی گرفته شد و سیمینار هایی گرفته شد و در باب شهدای مردم افغانستان، قهرمان های مردم افغانستان حرف زده شود و جوان ها در او زیدخل شود اشتراک بکنند. این وظیفه بزرگای است. دوستای عزیز، وقت بسیار کم است و من می خواهم که حرف ها را به درازا بکشم. اما یک دو بیتی از شعری که سردار محمد داوود شهید در خطاب مردم افغانستان گفت که قبای زندگانی چاک تا کی، چموران زیستن در خاک تا کی، و پرواز آی و شاهینی بیاموز، تلاش دانه در خاشاک تا کی. دوستای عزیز، آل دعوت بدنیم از محترم دکتر سید عبدالله کاظم تشریف برن و گفتنی خواهید خدا بشنید. بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس بر خدای بزرگ و پیامبر بزرگوارش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، همه یارانش و اهل بیتش، همه شهدای راه حق که از اون روز تا این روز در راه حق جان عزیز خود را فدا کردن. امروز خواهران و برادران عزیز، ما دور هم جمع شدیم، ولو که همونطوری که آقای جلالی گفت چند میز از دوستان پر شده، ولی تعداد هم لادرک است. ولی کسانی که اینجا آمدند دلهای آکنده از عشق به وطن دارند، کسانی هستند که آمدند حادثه شومی را به یاد بیارند
و قربانی های حضور یاد کنند و درود و دعا بر روح از اونا بفرستند. ما در 30 سال گذشته شاهد و ناظر حوادثی بودیم در کشور خود که گمان میکنم همه کسانی که اینجا تشریف دارند همه شاهدان و ناظران عینی است و گفتار از اون تکرار است، تکراری از مصیبت ها و غم ها که هر کدامش در دل ما خانه کرده و ما را آواره ساختند و میلیون ها افغان جام شهادت شنیدند. چه خوب گفت آقای جلالی که از خونهایی که چند قطره در این روز ریخته شد این خونها موج شد و دریا شد و طوفان شد و سالها اوج گرفت و هنوز هم در حالت اوج گریست. بیاییم بیاد این خونهایی که قطره بود و موج شد و طوفان شد بیاد از چند لحظه فکر کنیم. بیان مصیبت هایی که در اون روزی که این خون ریخته شد بعد از اون چه مصیبت ها بود و اون کسانی که دست های ناپاک خود را با این خون های پاک آغشته ساختند اینا با چه سرنوشت هایی گرفتار شدند. الحق که خداوند انتقام گیر دیر گیر و سخت گیر است و تاریخ حب و بغض نمی‌شناسد. اگر در عالم گمنامی اینا را زنده به گور کنند و یا نابود کنند ولی اینا خونهایشان مثل لاله ها جوانه می‌زند و دوباره از زیر زمین به سطح می‌آید و نشان می‌دهد که خدمت و صداقت چیزی است که هرگز پنهان نمیشه و مثل طلاییست که از سوز هزارها سال در زیر خاک باشد دوباره با یک پالش همان سیقل خود رو میده. البته در مورد شهدای افغانستان که تعدادش به میلیون هاست همه سخنهای ما از این روز مصیبتدار هفت ثور آغاز میشه و تا این روز و شاید سالهای دیگه هم و نحوی از آنها ادامه پیدا کنند. ولی ما سرآغاز زیر اساس قرار میتیم اما اتحاف دعا از سرآغاز تا به سرانجام خدای مهربان است به زودی سرانجامش فرا برسه اتحاف دعا میکنیم با او شهدا و او کسانی که واقعا حیات خود را در راه مردم در راه حقانیت و در راه دین و خدا از دست دادن و خود را قربان کرد. بر صورت من اینجا میخواستم مختصر درباره سوانح شهید سردار محمد داود فخید اولین رئیس جمهور افغانستان که امروز این محفل هم به طور عموم برای همه شهدا و بخصوص برای فامیلشان شهدای هفتم ثور و خاصتاً از همه شخصیت بزرگوارشان برپا شده بسیار مختصر چند کلمه خدمت شما عرض کنم. شهید سردار محمد داود فرزند سردار محمد عزیز خان و نواسه سردار محمد آصف خان است که در سال 1287 معادل 1909 در شهر کابل تولد شد. در سال 1300 با اولین گروه شاگردهای مکتب که در عصر امانی به اروپا چند تحصیلات رفتن ایشان هم به سن 13 سالگی به فرانسه رفتن. در اونجا مدت 9 سال در یک لیسه به نام جسن دو سلی درس خواندن. البته بعد از تحولی که بعد از سقوط حضرت امان الله خان صورت گرفت و سلطنت تغییر کرد در سال 1913 که 1930 میشه هنگامی که کاکایشان علی حضرت شهید محمد نادر شاه به تخت سلطنت رسید و اینا از فرانسه به کابل آمدند.
و برای مدت یک سال در کورس‌های پیاده نظام تحصیل مسائل نظامی کردن و در سال 1311 و استفر قمش به مقام عسکری نائل شدن و نخستین وظیفهشان هم به حیث نائب حکومه ولایت مشرقی قماندان عسکری و نائب حکومه ولایت مشرقی بود و از این مقام از 1311 فعالیت ها و حیات سیاسی از اینا شروع شد و تا زمان شهادتشان که هفته ثور 1357 بود و جمعا 46 سال این شخصیت بزرگوار در وطن ایفای وظیفه کرد. البته دوره های خدمتش دوره ها را به 4 دوره تقسیم می کنند. ما خود ما هم در کتاب خود این را به 4 دوره تقسیم کردیم. دوری قدمه های اول قدرت 1314 نایب حکومه و قماندان عسکری ولایت قندهار، 1317 رئیس تنظیمه و قماندان عمومی قوای مشرقی، 1318 قماندان قوای مرکز کابل، 1325 وزیر حربیه در کابینه شامون خان غازی، 1326 سفیر افغانستان در پاریس، 1327 مجدداً وزیر حربیه که تا سال 1332 به این پست موظف بود. دوره دوم خدمتشان دوره صدارت است. جمعاً تقریباً 10 سال طول کشید، از 16 سپتامبر 1332 تا 19 1341. سوم دوره عزلت و گوشه‌گیری ایشان از کار و تاریخ 19 حدود 1341 استعفای خود به حضور پادشاه وقت اعلیحضرت مرحوم محمد زایشا تقدیم کردن و قبول شد استعفایشان. دوره عزلت از این یا گوشه‌نشینی از این شروع میشه و تا کودتای 26 سرطان 1352. البته دوره چهارم دوره باز فعالیت سیاسیشان به شکل قدرت در حیطه قدرت شروع میشه، دوره جمهوریت است که با کودتای 26 سرطان 1352 که البته سقوط نظام دیرین سلطنت با او توام بوده شروع میشه و در مدت 5 سال چند ماه با کودتای 7 ثور 1357 این دوره با شهادت این شخصیت بزرگوار که مصادف است و روز 8 ثور 1357 حوالی ساعت 6 صبح صورت میگیره، حیات و زندگی سیاسیشان و پایان میرسه. البته در این روز تنها خودشان شهید نشدن، داستانش همه ما شما اطلاع داریم. با 29 نفر از همکاران و اعضای فامیلشان که 19 نفر اعضای فامیل بود و 9 نفر هم از همکاران نزدیک و چند نفر از اعضای کابینه‌شان بود. داستان رقتبار از این داستان است که انسان را به یاد شهادت حضرت حسین رضی الله عنه در کربلا می‌اندازد. کربلای معاصر، کربلای در خانه عرب بود. در اون از پیر تا جوان، زن و مرد و تا طفل دو نیم ساله توسط جلادان قرد به خاک و خون کشانده میشه. روز بعد از این، دو روز بعد از این قالین های خونبار در قصر ریاست جمهوری در روی میدان هموار میشه و مردم خون از اونا را در اون قالین ها به سر چشه میدونه. به هر حال در این حادثه درس است به ما، چندین درس. اول درسش ایست که انسانی که با عزم راسخ در راه خدمت به خدا و وطن و میهن
عزم میکنه از این چیزی باک نداره و خون خود را در قف دست خود میگیره و از عزم خود نمیگرده. عزم والا اما که فرموده بود تصمیم شرط اول موفقیت است. او تصمیم گرفت ولی تصمیم خود را تا پای جان و برنگشت. و هر حال این حادثه برای ما چیزی دیگه نشان میده که این شهدا به زیر خاک رفتن گور دست جمعی و پنهانی بود و هیچ کسی هم نمیدونست اینا در کجاست، مثل که صدها و صدها و هزارهای دیگر به همین شکل از جوان پیری به زیر خاک رفتن و کسی نامشان و قبرشان و جایشان نمیافت. اما همونطور که لاله ها از زمین در بهار می روید حقیقت هم آشکار می شه. 30 سال گذشت و قضاوت تاریخ قضاوت صاحب و باز نمی شناسد. هر آن چی گفته شد در بارش و هر آن چی شنیده شد همه را تاریخ خودش شاهد ساخت و عیان ساخت. و امروز روزی بود که 9 ماه پیشتر حادثه این جای پیدا شد که در نزدیکای پل چرخی البته قبل مستجمی نشان داد دولت کوشش کرد و واقعا بگویم که اولین اقدام دولت بود در این راستا و بالاخره تصویب شد که همون طور مستجمی مدفن این شهدای اولینی بود که از اون موج طوفان بعد بالا شد و تصویب شد و بالاخره 2-3 روز بیشتر طی مراسم شاندار در تپه های نزدیکی قصر دارلمان که مسمع شد و تپه داود خان همین از اینا را بقایای شد و مراسم بسیار شاندار بخواست کردن و این درج تاریخ افغانستان شد. شاید من زیاد وقت نمیگیرم، منتها یک نکته به شما بگم. ما در 46 سال دوره عروج و صعود داود خان دیگه همیشه در قرب و عزت و مقام بود، حتی در زمانی که در حضرت بود، ولی چی واداشت که هیچ از تلاش خود دست نکشد؟ بعضی ها به تلاش قدرت نامانده نخیر، او عشق بود، عشق به آتنش. بعضی ها اینه دیروز هم شعری بود دیوانه میخواندن ولی دیوانه نبود، عاشق بود، عاشق وطن و مردم خود. در رأس کار از اون رجحان ضوابط بر روابط بود. او در جستجوی اصولی بود که چطور میتونه وطن خود را ترقی بده، مردم خود را رفاهش را تأمین کنه. ولی در این رجوع از روابط به ضوابط دشمن های هم برش به وجود آمد، کسانی که از روابط توقعات داشتند ولی این آدم در مسیر خود روان بود و در روابط نمی اندیشید و پروای دوستی و دشمنی را که بر روی روابط بود نداشت، مستقیم در راه خود روان بود. در اطرافش کسانی بودند که با این مخالفت میکردند، میخواستند امتیازات خود را داشته باشند، میخواستند استفاده های داشته باشند. ایدئولوژی های راست و چپ همیشه کوشش میکردند که از این استفاده شود، ولی این همون طرح که برای ایدئولوژی های افراطی راست جواب رد داد، برای ایدئولوژی های افراطی چپ هم جواب رد داد و راهی را که راه ملت افغانستان بود در پیش بود، تا مرحله ای که در این راه جان خود را فدا کرد. یک راه مرد تاریخ بود، بزرگترین از جمله 2 شخصیت بزرگ افغانستان در قرن 20 و سازنده افغانستان بعد از آلا حضرت غازی امان الله خان، شهید محمد داود خان
دو قهرمان بزرگ تحول در افغانستان معاصر هستند. البته رفتن به این که در طول از این مدت چه کارهای انجام شد، چه این بحث بسیار طولانی است. بعضی ها انگشت بر اشتباهات میگذارند. یقین داشته باشیم در این مسیر پرخم و پیچ اشتباهات چیز طبیعی بودند، ولی پیش گرفتن راه سالم بسیار مهم است و راه سالم طرف پیش گرفت. و هر صورت چون بعضی دیگر ها هم در این صحبت میکنند، و وای دفاع میکنم و با درود فراوان به روح پاک همه شهدای افغانستان و همچنان ابراز شدیدترین، خب باز هم لفظ در زان منمه، تقبیح و شدیدترین انزجار من از کسانی که خب مصیبت های 30 ساله افغانستان را دامن زدن، بخصوص آغازگرایی که با خون ای شهدا آغاز کردن و در نتیجه ملت را به تباهی بردن و او هم حزب دموکراتیک خلق افغانستان و پیروهایش بود و اونا مصیبت ساز و سرآغاز تمام بدبختی های افغانستان است که امروز و نحو از آنها امو سلسله به اشکال مختلفش پیش میره. و ما امید میکنم که ما امین درایت را داشته باشیم که دوست و دشمن خود را تشخیص کنیم. امروز باز اونا شعار از این میتن که او گفته نور الحق عمومی در یک مصاحبهش که ما او خانواده دموکرات رو نمیفهم دموکراتیک و اینا را باز دور هم جمع میکنیم و باز دوران شگوفانی رو شروع میکنیم. خواب است و خیال ملت افغانستان از این دستاوت های چپ و راست افراطی همه خاطره ها میکنیم. بزار گرامی، در روز وحشتناک، در روز تاریخی که سرنوشت مردم افغانستان دگرگون شد، کسای دیگه هم در کنار از این سردار شهید شدند که جایش است که از اونا نام ببریم تا جایی که حافظه یاری میکنه. و اگر دوستای دیگه ما را در خلال پروگرام اونا ما را ببینند که ما ببینیم. جنرال رسولی وزیر دفاع افغانستان، جنرال عبدالعلی وردگ قماندان قوای مرکز، دگرگال هاشم قندهاری که من افتخار شاگردیش را داشتم در حرب 16 که مقاومت تالسی عبیبیه ادامه داد، جنرال شهید یونس غزنوی که شما عکسش را بیرون دیدین میبینیم، یعنی تا مایی بر آمد ولی توسط اعمال خارجی، گماشته های خارجی ها و نوکرها و اجیرهایشان کشته شد و به شهادت رسید. همچنان شخصیت های دیگه، قدیر نورستانی مرحوم و شهید، عبدالله شهید و کسای دیگه که انشاءالله نمایشان را کش میکنیم که دوستا برای ما بتن و همه او را خدمت شما بگوییم و یادآوری بکنیم و در مجموع ملت شهید برور افغانستان و میلیون ها زن و مرد و طفل و جوان و پیر وطن که به نام کلمت الله و خاطر عقیده و ایمانشان بردگی را قبول نکردن، ذلت قبول نکردن، ایستاده شدن و مردانه رسمیدن و افتخارات و دستاردن که ما امروز شاهدش بودیم و هستیم. و این که خب بس به درازا نکشه که چی نقص و نواقصی هم در بود او دی پروگرام پدی برخه که دخواهلی محترم دکتر قیوم کوچه میهیل کوچه دستی بزرگ در تشریف کنیم. دکتر سید کوچه
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. پدمنو خوایلو عزتمندو ورونو هیوادوالو عزیزانو السلام علیکم. تر ټولو دمخه د یو مسلمان افغان په توګه زه د خپل د زړه د کومې خپل احساسات او تسلیت د شهید داود خان او د ده د ورور شهید نعیم خان او د کورنۍ ټولو غړو ته ورلېږم او د پاک څښتن لوی الله څخه هیله مند یم چې فردوس جنت یې ځای دی. تاسو ټول د دې غمیزې نه خبر یاستئ. په دې برخه کې بېلابېلې خبرې شته، تحلیلونه شته، څېړنې شته، خو وخت محدود دی. نومره تاسو ته وایم چې دا فاجعه د شلمې پېړۍ لویه فاجعه ده چې د ټولو نړیوالو معیارونو، ارزښتونو او اصولو پر خلاف سرته ورسېد. د انسانیت په خلاف، د بشر د حقوقو په خلاف او د سړیتوب په خلاف دا کار وشو. افغانستان د شوروي روسیې سره ډېرې اړیکې لرلې. زه په خپله شاهد یم، یو ځوان د دولت مامور وم او په سر سترګو مې لیدل او د ټولو قراردادونو نه خبر یم، لوستې مې دي، په ذهن کې مې دي، مګر تاسو ته ټول بیانولی نه شم. د دوو قراردادونو نوم درته اخلم، نېټه یې درته اخلم چې هغه د غازي امان الله خان په وخت کې د افغانستان او د روسیې په منځ کې سرته ورسېده، چې یوه د دوستۍ معاهده وه په 1921 کال کې، او دوهمه په 1926 کال کې، چې د بېطرفۍ او د نه لاس وهلو د یو بل په کورنیو چارو کې دا په هرو لسو کلونو کې د شهید نادر خان په وخت کې او بیا د اعلی حضرت مرحوم ظاهرشاه په وخت کې دا تندې لیدلې. روسانو په ویاړ کوو په نړۍ کې چې افغانستان د روسیې یو ګاونډی هیواد دی، مګر پولې د دوستۍ او د باور او د اعتماد پولې. نو تاسو وګورئ چې د ګاونډیتوب د اصولو د بنسټونو د ارزښتونو په خلاف دوی څه وکړل. نو ځکه زه دا فاجعه د نړۍ فاجعه بولم. د شهید داود خان د کارنامو په برخه کې بیا هم زه تاسو ته عرض وکړمه چې خبرې ډېرې دي، خو وخت زموږ ډېر لنډ دی او محدود دی. نو زه تاسو ته ووایم لکه چې دلته وویل شول چې ده سره اصول موجود و. د ده ارمانونه او د ده غوښتنې هم دا وي چې په وطن کې بدلون راشي، اقتصادي بدلون راشي، ټولنیز بدلون راشي او سیاسي بدلون راشي. په دې لار کې د خپل ځان له لاسه ورکړه. او د خوشحال بابا، خوشحال خټک بابا یو شعر دی چې وایي: په جهان د ننګیالي دي دا دوه کاره، یا به وخورې ککرۍ او یا به کامران شي. ده په همدغه عقیدې باور دی. د شهید داود خان په برخه کې زما له نظره
کوم ډېر تاریخي او مهم کارونه چې سر ته رسولي دي یو د افغانستان د نه پیلتوب او یا عدم انصراف پالیسي وه کله چې دی صدراعظم شو په 1950 کال کې چې دا خپله د ده د کار موده وه دغه نهضت او دغه تحرک په افغانستان کې راغی او د ډېرې پشیفې او محافظه کارانه پالیسیو نه دی را ووت تاسو خبر یاستئ چې په 1955 کال کې د باندونګ په جرګې کې د برخه واخیسته د بلګراد په جرګې کې د برخه واخیسته دغه نهضت په پښو ودرېده یعنی د شرق او د غرب د غربي نړۍ او د کمونیستي نړۍ په برخه کې د عدم انصلاف او نه پیلتوب نهضت اوچت او د پراسا غږ سره د افغانستان پالیسي جهان ته ور وښود یعنې کوم ظلم به چې په یو وړوکي افریقایي هېواد باندې وشو په یو آسیایي هېواد باندې وشو که د روسانو لخوا به وو که د غربیانو لخوا به وو دغه غندل او نورو د دې لحظت مشار شو په دې برخه کې د ډېرې خبرې کوای شم خو تحتیرېږم تاسو ته مې په لنډیز شکل سره دا خبره وکړه دویمه خبره د ده اقتصادي پلانونه او اقتصادي بدلون وو د لومړي ځل دپاره کله چې دی صدراعظم یا لومړی وزیر وو سل میلیونه ډالره افغانستان ته روسانو قرضه ورکړه چې البته ریټ او نرخ ډېر سم وو او افغانستان له اودې وتلی شو د تاسې خبرې واستئ پرې پوهېږئ زموږ وطنوال خبر دي چې په بخه پیسو د څومره فابریکې جوړې دي دا د وخت تولیدي فابریکې چې خلکو ته یې د کار امکانات برابر افغانستان د شرق او غرب د شمال او د جنوب نه سره ونښتل زما په یاد دي زه د مکتب شاګرد وم د حبیبې په مکتب کې ما په ریډر دایجست کې ولوستله ډېره نیمګړې انګلیسي مې زده وه چې داسې د معما په توګه یو سوال طرح شوی و چې هغه هېواد څوک کوم هېواد دی چې درې کیلومتره د تیر سړک لري یوه سینما لري او یو پاچا لري داسې وګورئ چې په لسو کلونو کې دغه شهید داود خان څومره کارنامې سره کړې بله خبره د دغو مېرمنو زما د خویندو عزیزانو دغه مېرمنو نهضت د پښتو ده تاسو وګورئ چې دا اوس هم په افغانستان کې ستونزې روانې دي د سره دغه ژمنه وه چې د مېرمنو حقونه دې باید په ځای شي دا کار یې په مېړانې سره سرته ورسوه خو د ډېر افسوس خبره دا ده چې زموږ د افغاني کمونستانو او د روسي کمونستانو د دسیسو او پلانونو په ترڅ کې دی شهید شو او د ده ارمانونه هم تر خاورو لاندې شو لکه چې وویل شو د ده نوم په تاریخ کې ژوندی دی لکه چې د غازي امان الله خان او زه خو دا هم تاسو ته در په زړه کوم چې زموږ په پاچاهانو کې امیر شېر علي خان هم یو مسلمان یو ملي او په وطن مین سړی و د انګریزانو سره مې وویل د روسانو سره مې وویل بالاخره په مزار کې خاورو ته وسپارل شو او د ده زوی سردار ایوب خان د میوند جګړه د انګریزانو سره سرته ورسول چې اوس هم انګریزان هغه چې په یاد یې راشي لړزوي نو زه تر دې زیاتې خبرې نه غواړم چې وکړم ځکه چې نور عزیزان دلته شته هغوی به تاسو ته زړه خالوم شي خو په دغه دعا یې ختموم چې حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظيم صدق الله
لمحترم دكتور عبد القيوم كوچي ندير مننا اوس وارد رسيدي د افغاني کلتوري ټولني د مشر خاغلي اسماعيل عليدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين بوطن مينو زما گرانو رونو خواندو جوانانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق ثبت است در جریده عالم دوام آن قدرمنو رونو خواندو ز غرم ده هغه پاک شهید په حق لباندی خپل نظر وړاندی کوم چې هغه پنځوس کاله پخوا زموږ د خوندې او میندې آزادي منځته راوړه او تر ننه پورې حتی په ځینو نورو مملکتو کې هم دغه آزادي زموږ خوندې او میندو ته نسته او تر ننه پورې دغه آزادي زموږ د خوندې او میندې ور په برخه سوې ده دا فقط د هغه پاک شهید کارنامې دي چه تر ننه پوری دوام لري زه د شهید سردار محمد داود خان ارواح شاد غواړم او ورته وایم چې ای جنت نشانه ای جنت نشانه جنتو کې د ځای غواړم قدرمنو رونو خواندو عزیزانو دیر واکمنان حکمرانان پا گران افغانستان کی